بکشید انا حضور شما بودی. شما فرمودید ما اینها اگر بیان بیرون ما حمایت کامل میکنیم. این بر دنیا آشکار شده. شما به نحو احسن چه از مریضاشون و چه کسانی که از اونجا اومدن بیرون شما حمایت کامل کردید. تفضل اول احنا نشكركم على اخوتي لا اخوت كانت معك نعم نعم انا لا انا سالت وحده بيوم ممطر الشهر الثاني نعم ممطر وطين وجدت تسكير الواد تقريبا زحف بوضعيه يرثى لها لانه معرضتهم وهي بمستوى قائد يعني مستوى قيادي من شو اسمه عندها التهاب بالاذن الوسطى ست اشهر ما يعالجوها لانه يعتبروها انه خارجه عن طوعها خیلی ایشون میفهمون اولا که ایشون هم صحبت های جناب فرماندار رو تایید میکنن در مورد خروج اعضای پادگان اشرف و میفهمون که بنده خودم با سختی های اونجا آشنا هستم. میگه یک بار به فرض مثال در تایوان دیما میگه یا خانمی 3 کیلومتر تقریبا سینه‌خیز اومده بوده و از رهبران پادگان اشرف بوده که میگه این خانم حتی مثل اینکه یک مشکل بیماری داشته که شما بودین؟ که میگن که ما میدونیم که حتی ساکنان پادگان اشرف اسیر هستن دست رهبران اونجا. فاحنا نحاول نساعد هذول الناس في عمليه الهرب من معسكر اشرف. واجراءات اخذنا عده اجراءات، فتحنا ثغرات وامنا حمايته بحيث انه من السهوله انه يطلع الاسير اللي اعتبرناه اسير وتحت ضغط المنافقين انه يوصل الى القطاعات والاجراءات من يسلم يعني يوصلنا وتستلم القطاعات الامنيه انه نقوم له بكافه القضايا الانسانيه ويتم استصحابه الى المعسكر ويمكن سلسله الاخلاء مريحه جدا وايضا الاعتناء بهم في الفندق بصوره كبيره جدا. میفهمن که ما برای اینکه ساکنان پادگان اشرف بتونن فرار کنن میگه تا به حال اجراءات زیادی اتخاذ کردیم. از به عنوان مثال رادرروهای ما ایجاد کردیم اطراف پادگان اشرف و این رادرروها رو حراست هم میکنیم تا اعضای پادگان کسی که بخواد فرار کنه بتونه فرار کنه و به راحتی خودشو بیاد تسلیم خودشو تسلیم کنه و بعد از تسلیم ما هم تمام اجراءات لازم انسان دوستان رو انجام میدیم. بالمقابل احنا دنشوف الجهه المقابله وكيفيه التصرف مع اللي موجودين اللي يحاولون يعني خانقين الطرق عليهم يعني حتى نلاحظ انه 2 ما يمشون بوحدهم يعني 2 ممنوع يمشوا الا ثالث وياهم يعني فاجراءات اللي داخل قاسيه على الناس اللي تريد تخلص نفسها هذا يعطينا انطباع احنا شلون نتعامل يعني ويا الناس اللي هم مستقتلين ان على البقاء والسيطره والسلطه على اللي يريدون ما يطرون يعني هنا عندنا معادله صعبه احنا الاوامر يعني اللي اجتنا تامين الحمايه توفير المستلزمات الصحيه مرور كل ما يحتاجوه من خلال الشركات الامنيه اللي قاعد توصلهم هذه الامور كلها مامنه احنا في حاله عدم الخروج والمشكله هنا أنا في حاله عدم صدور قرار من الحكومه وهذا يكون ملزم كيفيه التعامل مع الناس اللي هم مسيطرين داخل المعسكر اجازه بدین. میفهمین که مشکل ما اینجاست که مشکل ما با رهبران داخل پادگان هستش. برای اینکه ما زمانی که ما رادرروهای ایجاد کردیم تا بتونن ساکنان پادگان فرار کنن از اون طرف فکر اجراءات خیلی امنیتی اتخاذ شد داخل پادگان که کسی نتونه فرار کنه. با عنوان مثال الان داخل پادگان 2 نفر نمیتونن با هم دیگه راه برن مگر اینکه نفر سوم باهاشون باشه. میگه ما مشکل الان بزرگترین مشکل ما هستش که در صورتی که رهبران پادگان اشرف که حاضرن جون بدن و خون یعنی خونی برای زمین بریزه برای موندن داخل پادگان اشرف ما به چه صورت اگر اینها نخواستن خواهد بشن ما اون واقع چیکار خواهیم کرد در حالی که کل دوربین های جهانی و سازمان ملل برای ما زوم شده و نقطه اخیره الخوف اللي مركب
يعني الرعب بنفوس الأكثرية داخل معسكر العراق الجديد، يعني بشكل يعني أنا ما أصوره، لأنه أضرب لكم حالة أنه خمس نساء تم إخلاءهن إلى دخل عيني جو المكتب. تعالوا من الدكتور دي دخل خاصنا بوشير عشان هذا الساعتين عزيزي جناب الساعتين تعدادي از اونی که داخل اونی با اشرف هستن از سیار جدید من جمله شوهر من کسی یک سال من شوهر من ندیدم حتی بچه من پدر ندیدم خیلی از این خانواده ها سرنوشتی مثل من دارم کارت اسارت سرنام شده تو سنگ سرخ هستن از شما تقاضا داریم که فشار بیارید به سنگ سرخ این اسرای جنگی رو تبدیل خانواده هاشون کنن تفضل تقول أنا زوجك من أسراء الحرب وإلى فاير في صليب الأحمر وفي الأمم المتحدة نعم نطلب منكم أن تطلبوا بأن تضغطوا على الأمم المتحدة وعلى صليب الأحمر بأن على الأقل عندهم يعني فاير في صليب الأحمر والأسراء الحرب يخرجون وانا افضل بعد ما ينتهي اللقاء تحددون موعد مهسل تحددون موعد بيرس اتقاد عملية هم يسمعون ان شاء الله نحدد موعد بعد از پایان این دیدار ان شاء الله که یک وقتی رو از جناب سرتیب میگیرین که یک بار دیگه به صورت خصوصی با ایشون دیدار کنید. سرتیب بگو اون خانومی که گفتی خانوم زهرا دو تا عمل کرده الانم تو باشه. سرتیب لو اتفضل الاخ خداوند اتفضل. المره اللي قلت عليها اللي خدت كيلومترات زحفت ووصلت وقولها طبعا سوت هسه عمليتين وبصحة جيدة في اوروبا شاكر هسه كيف وتشكركم احنا نكون على ثقة يعني من يجينا يدز لي موقف اليوم انه سلموا اثنين كامب اخر سال بسته بشه البته کمپ رو میشناسید کمپی که درش رواج نیست صدای بچه شنیده نمیشه کار در ازای پول نیست کار مجانیه در یک کلام بردهداری اونجا هست و این برده ها امکان ارتباط با بیرون هم ندارن. تشکر میکنیم از دولت عراق و کسانی که تو این هفته باشون ملاقات کردیم اگر نبود به خاطر اونها مثل زمان صدام ما حتی حق گفتن این حرف را هم نداشتیم ولی با توجه به بسته شدن کمپ این امکان برای ما به وجود اومده که بتونیم نفراتی که از این کمپ آزاد میشن رو به نقاطی ببریم که خودشون خواستاران هستن کما این که الان حدود 700-800 نفر از افغان دیپلماتان از این کمپ فرار کنن در کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای دیگه غرب ساکن شدن تعداد زیادی هم به ایران رفتن و اونها مشکلی که الان وجود داره نگرانی که الان وجود داره وجود ترس در تمامی سازمان هست چون رهبر سازمان اعلام کرده که در صورتی که نزدیک بشید به کمپ ما همه رو خواهیم کشت من مسئول خدابنده هستم از انگلستان اومدم و همراه هیئتی هستم حدود 7-8 نفر که همراه با خانواده های متأثر در مقابل کمپ اشرف و هیئت هایی که از کشورهای دیگه اومدن سعی میکنیم این مسئله انسانی رو در مدت باقی مانده به صورتی انسانی حل کنیم. تشکر میکنم به خصوص از استاندار دیالی که تأکید کردن که با توجه به اینکه دولت و قانون اجازه نمیده اینها اینجا باشن ولی مسئله رو به صورت انسانی در حال حل خواهند کرد و ما میتونیم گروگان ها رو ببریم.